در استودیو الهام یزدیا با ما همراه شده تا از آنجا که در رسانه‌های ورزشی می‌گذره بیشتر بگیم. الهام، پریسا، تیم‌های کشتی آزاد ایران و آمریکا قرار حدود یک ماه دیگه یک رقابت دوستانه رو با هم داشته باشن در تگزاس. اما با این شرایط الان رئیس فدراسیون کشتی علیرضا دبیر مصاحبه ای علیه آمریکا انجام داده که این موضوع تیم ملی ایران رو به حاشیه برده. نگاهی کردم به بازتاب صحبت‌های دبیر در این رابطه و همچنین ماجرای نوواک جوکوویچ که چند روزی اصلا خبر اول بسیاری از رسانه‌های ورزشی در جهان و کاربران ایرانی هم واکنش داشتن در این رابطه. با هم ببینیم برخی از این واکنش‌ها را. تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا قراره که 23 بهمن در ایالت تگزاس آمریکا رقابتی دوستانه داشته باشن. حالا در فاصله حدود یک ماه مونده به این اعزام، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مصاحبه‌ای گفته مهمتر از گفتن مرگ بر آمریکا عمل بمونه. هر کی تو کاری که هست یا حاج قاسم بشه، اونی که تو کار کامپیوتر واقعا بیاد بشه سردار، اونی که تو کار ورزش بشه سردار، اونی که تو کار هنر بشه سردار، اونی که تو کار موشکی بشه سردار، یعنی واقعا کارشو به نحو احسن انجام بده. هر کسی میتونه حاج قاسم بشه اگه تو راه خدا باشه، واسه خدا کار کنه. من همیشه میگم مرگ بر آمریکا، ولی مهمتر از مرگ بر آمریکا عملشه. یعنی هر کی، اون دکتری که حتی کروات زده، اینو بذارید، اون دکتری که حتی کروات زده کارشو داره خوب انجام میده، بنظر اون داره میگه مرگ بر آمریکا. این حرفای دبیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله شبکه فاکس نیوز آمریکا داشته. فاکس نیوز در گزارشی نوشته رئیس فدراسیون کشتی ایران که گرین کارت آمریکا داره شعار مرگ بر آمریکا میده. رسانه‌های رسمی داخل ایران هم بعد از این حواشی مدعی شدن که با توجه به امکان عدم صدور ویزا توسط آمریکا برای برخی از اعضای تیم و رئیس فدراسیون کشتی ایران، ممکنه سفر تیم ملی به آمریکا لغو بشه. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به حرفای اخیر دبیر واکنش نشون دادن. سردار پاشایی، مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگ ایران، به خبر احتمال منتفی شدن سفر دبیر به آمریکا در رسانه‌های ایران اشاره کرده و در ادامه گفته خبرگزاری فارس گفته که علیرضا دبیر گرین کارتش رو 7 پیش باطل کرده. پاشایی در ادامه نوشته از طریق اداره مهاجرت آمریکا تلاش خواهیم کرد که اصل واقعیت رو آشکار کنیم. وحید هروآبادی هم به حرفای دبیر اینطوری کنایه زده و نوشته آقای علیرضا دبیر بیا یکم برامون از اقتصاد مقاومتی در ورزش و لزوم استکبار ستیزی بگو، حیف این فرصت ها رو از دست بره. زمان آبادی دیگر کاربریه که با کنایه گفته ایشون برای اینکه بتونه دین خودش رو به کشتی فرنگی هم ادا کنه به همچین مشقتی تن داده و گرین کارت فرنگ آمریکا رو گرفته. اما یکی دیگه از موضوعات بحث برانگیز این روزهای دنیای ورزش ماجرای واکسن نزدن نوواک جوکوویچ و وضعیت حضورش در استرالیا. سرانجام پس از چند روز پرحاشیه دادگاه در استرالیا به نفع نوواک جوکوویچ رأی داد تا نوواک بتونه در این کشور بمونه و در اولین گرند اسلم سال شرکت کنه. اما این در شرایطی که وزیر مهاجرت استرالیا همچنان این قدرت رو داره که ویزای این تنیسور رو لغو کنه. در این چند روز طرفدارای نوواک جوکوویچ برای حمایت از این تنیسور در مقابل هتل محل اقامتش حضور داشتن و این ماجرا در صدر خبرهای ورزشی دنیا هم قرار گرفته. اما در آخرین تحولات جوکوویچ در این توییتی که پشت سر من دارید می‌بینید گفته که در استرالیا میمونه و قصد داره که در گرند اسلم شرکت کنه. در شبکه‌های اجتماعی هم کاربران ایرانی درباره جوکوویچ نوشتن. از جمله این کاربر گفته در مورد ویزای نوواک جوکوویچ نباید سختگیرتر از دولت باشیم. اگه دادگاهی مستقل رسیدگی کرده و حکم به ورود داده دیگه خطایی از طرف اون نیست. ایرادی اگر هست به سیستم ویزای استرالیاست. نویسنده این توییت گفته اشتباه نشه، من جوکوویچ رو دوست دارم اما عدالت و برابری رو بیشتر دوست دارم. پیمان یزدانی کاربریه که به اقامت جوکوویچ در هتلی که پناهنده ها در اون حضور دارن اشاره کرده و معتقده که اگه نوواک جوکوویچ رو به گرند اسلم استرالیا راهش بدن خیلی جو عجیبی پیش میاد و این کاربر به طنز و کنایه نوشته این اتفاقی که واسه جوکوویچ در استرالیا افتاده اگه در ایران پیش می اومد وزیر ورزش میرفت یه تابلو فرش میداد با سلام و صلوات و یه مصاحبه هم از جوکوویچ که ایرانی ها مردمان متمدن و با فرهنگی هستند و این ماجرا و سوء تفاهم همش تموم شد. برمیگردم به تو پریسا. ممنونم از تو. الهام یزدیا با ما بود با بررسی رسانه های ورزشی.